پژمان بازقی عزیز، خیلی خوش آمدی به برنامه 25 و اعتماد آنلاین. خیلی خوش آمدی. یک صحبتی با بیننده های برنامه بخون تا بریم بالا. بله، درود بر شما، درود به همه کسایی که قرار این برنامه رو ببینن. امیدوارم که برنامه خوبی شده باشه و صحبت هایی که میشه مفید واقع بشه. همیشه جذاب بوده من روبروی شما بشینم با افتخار و بتونم از مصاحبه با شما لذت کافی رو ببرم. خواهش میکنم پژمان جان، ما خیلی تو رو دوست داریم. بازیگر خوب این سینما هست. علام که مسئولیت قبول کردن. من بازیگرا داستان پیچیده‌تر شده. بله بله. خب من از اول زمین انجار بازیگرا شروع کنم. بله. ظاهرا این سوء تفاهمی شد تو این چند روز اخیر که تو با بیانیه خانه سینما مخالفی. فکر نمی‌کنم با بیانیه خانه سینما مخالف بودی. خیر، متاسفانه شیطنت مطبوعاتی شد و تمام کلمات، اگر قراره که تو گیومه چیزی نوشته بشه بایستی تمام کلمات نوشته بشه. من عرض کردم که دوستان بازیگر ما، انجمن خانه سینما در حوزه بازیگری، این اتفاق افتاد که گفتن پایان مرگ، نمیدونم تفریحات مردم، سرگرمی مردم، که به نظر من زود بود. حالا خانه سینما طبیعتا یک بیانیه میده چون یک خانه است و اصناف مختلفی در واقع خانه سینما رو تشکیل میدن. طبیعی هم هست که خانه سینما یک بیانیه‌ای صادر بکنه به نفع اعضای خودش که آقا اگر این اتفاق بیفتد مسئله امنیت شغلی، مسئله حالا شرایط ساخت تغییر خواهد کرد. اما اولا که من نباید در اون جلسه حضور پیدا میکردم. اینکه من رو دعوت کردن، حالا من گفتم حداقل یک دفاعی هم از صنف خودمون بکنم، چون ما انجمن صنفی بازیگران سینما هستیم. این موضوع موضوع پلتفرم و تلویزیون بود و از اونجایی که بسیاری از اعضای ما مشترکاً هم در پلتفرم و هم در تلویزیون کار میکنن، من لازم دونستم که این رو یادآوری بکنم که اصل یک اساسنامه انجمن صنفی بازیگران سینما حفظ امنیت شغلی هست. خب طبیعتاً تو اتفاقاتی که از سال گذشته افتاده، تلویزیون یک زوایایی با سری از اعضای ما پیدا کرده که اون نگران کننده بود که اگر پلتفرمی بخواهد مجموعه رو بسازد، آیا از دوستانی که حالا تلویزیون خیلی هم براشون خوشایند نیست در آینده استفاده خواهند کرد یا خیر. که در واقع به یک نوعی این جواب رو گرفتیم، گفتن که اصلا همچین چیزی نیست، یعنی تلویزیون حتما از کسانی که عضو شما هم هستن استفاده خواهد کرد و اون مسائل حل شده. یعنی اطمینانی که به بنده دادن اون این مسائل بوده. یعنی اونایی که مثلا مشکل داشتن بازیگرا. بله، یعنی الان هیچ کس محدودیت نداره تو تلویزیون بازیگر. یه چند نفری هستن که محدودیت دارن، اونم به دلیل اینکه پرونده قضایی دارن، یعنی پرونده سیانتی ندارن. آها. و پرونده قضایی خب مسائلش جدا از پرونده سیانتی. سیانتی مربوط به ارشاد و تلویزیون میشه، اما پرونده قضایی مربوط به قوه قضاییه میشه، که حالا در صدد این هستیم که یک کارگروه در واقع کمیته حقوقی انجمن بازیگران درست بکنیم که بتونیم یک تعاملاتی داشته باشیم و یک اتفاقاتی رو تلطیف ترش بکنیم. پس اون جلسه تو اصلا مقصودت بیانیه خانه سینما نبود، مقصودت بازیگرانی بود که در واقع بدون اطلاع نظر داده بودن. چون بعضی از خبرگزاری ها تیت زدن که تو مثلا علیه بیانیه خانه سینما، چون فکر نمی‌کنم تو اصلا مخالف اون بیانیه بودی. طبیعتاً. چون کلیت اون بیانیه خوبی بود. عرض کردم بیانیه درستی بود، ولی اینکه دوستان ما بدون اینکه مصوبه رو خونده باشن یا مطلع باشن این هول و ولا رو در بین علاقمندان به حالا سینما بیارن که آقا ما دیگه نمیتونیم پلتفرم کار کنیم، دیگه پلتفرم ها کارشون ساخته شده، دیگه همه رفته زیر نظرت. خب تلویزیون طبیعتاً چون رسانه فراگیرتری هم هست، پلتفرم ها یوزر داره، یعنی شما اشتراک میخرید میرید تماشا میکنید، کاملا مشخص شما در چه ساعتی چه برنامه رو دیدید، در چه ساعتی چه مستندی رو تماشا کردید، در چه ساعتی چه برنامه زنده رو دیدید. اما تلویزیون امواجه و شما با داشتن یک آنتن و یک تلویزیون معمولی میتونید که این امواج رو به راحتی در منزل داشته باشید. بحث ما این نبود که بیانیه خانه سینما اشتباه. نه، اصلا من هیچ وقت هم راجع به بیانیه صحبت نکردم. گفتم دوستان من، یعنی همکاران بنده، یک ذره عجولانه تصمیم گرفتن. کاش اجازه میدادن که این بیانیه و این مصوبه علنی بشود، بعد یک تصمیم میگرفتن برای اینکه یک بیانیه. خب طبیعتا ما هم یک بیانیه خواهیم داشت برای ارشاد. میگم
اصلا کلیتش اصلا مربوط به انجمن بازیگران سینما نمیشد. الان نکته اینجاست که ما مثلامون به انجمن بازیگرا اینه که انجمن بازیگرا از خانمایی که اون بخشنامه‌ای که وزارت ارشاد داد با تایپنده ها که بعضی بازیگرا تایپنده ها استفاده نکنن ازشون، اگه استفاده کنن پروانه ساختشون داده نمیشه. شما تلاشی دارین که بله. این مسئله چون حق بله. این نداره ارشاد نذاره بازی کنه بله. اگر اون بازیگر قانون سینما رو، یعنی قانون سینما رعایت کنه بله. بیا تو سین فیلم بله. من فکر نمی‌کنم حق داشته باشه جلوشو بگیره بله. ما یک جلساتی داشتیم به اتفاق یک سری از دوستان هیئت مدیره خدمت مسئولین وزارت ارشاد رسیدیم و همین گله رو کردیم، گفتیم که این که نمیتواند یک مجموعه که یک وزارتی که ما زیر مجموعهش هستیم همچین چیزی بگه، و مگر اینکه میگم پرونده قضایی فرق میکنه با پرونده سیانتی، یعنی اسامی رو که ارشاد منتشر کرده در واقع پرونده قضایی دارند، یعنی خارج از دست ارشاد. اسامی منتشر نکرده، کلی گفته. به طور کلی حالا به هر حال اسامی کاملا مشخصه چه کسانی هستن و اونها کسانی هستن که در واقع مدعی العموم و دادستان براشون پرونده قضایی تشکیل میده. پرونده قضایی از دست ارشاد خارج میشه. 100 درصد میشه قوه قضاییه. ما الان زیر نظر قوه مجریه هستیم. ما زیر نظر قوه قضاییه نیستیم. قوه مجریه شامل هیئت دولت میشه که وزیر ارشاد هم یکی از اعضای هیئت دولته، ولی وقتی پرونده از قوه مجریه میره دست قوه قضاییه در واقع یکی دیگه از قوای سگانه روشون تاثیر میذاره. در مورد این پرونده های قضایی شما نمیخواییم مذاکره کنیم با قوه؟ 100 درصد 100 درصد که این اتفاق افتاده و به هر حال ما گفتیم که با توجه به عفو رهبری بسیاری از این پرونده ها بایستی مختومه اعلام بشه، ولی الان مسئله ما مسئله بزرگتری هست، مسئله فیلم هایی هست که کن میرن، یعنی در حوزه یا به جشنواره‌های خارجی میرن. چرا؟ ببینید در هیچ جای قراردادهایی که امضا میکنیم هم ما به عنوان بازیگر هم شما به عنوان کارگردان هیچ جا ذکر نشده که منوط به ضمیمه پروانه ساخت باشه. بله ذکر نشده، بله درسته، هیچ جا ذکر نشده، بله درسته، و این در واقع اشکالش هم از جایی پیش میاد که ما یک سامانه ثبت قرارداد نداریم. یک زمانی ما مالیات پرداخت نمی کردیم، الان خیلی هم سفت و سخت بسی مالیات پرداخت بکنیم، پس چیز پنهانی وجود نداره، چون اگر شما چیزی رو پنهان بکنید به عنوان کتمان مالیاتی شما مجبوری که غرامت پرداخت بکنید. ما به ارشاد گفتیم اگر یک سامانه وجود داشته باشه، شما الان حق عضویت مثلا صندوق هنرمندان میخواین پرداخت بکنید، به من از اینکه یک آیتم مرتبط رو پر نکرده باشید یک هشدار قرمز میاد که این رو باید پر کنید، مثلا کد ملی تو وارد نکردید، تاریخ تولد درست وارد نکرد. این سامانه اگر در ارشاد طراحی بشود که اگر بازیگری میرود یک یا عواملی مثلا بازیگر نه یک قرارداد تیپی رو میخواد امضا بکنه و این در سامانه ارشاد مثل سامانه ثبت فیلمنامه که چندین سال اتفاق افتاده، اگر یک قرارداد تیپی وجود داشته برای همه اعضای خانه سینما که شما میرید اونجا رو ثبت میکنید و برای شما یه قرمز میاد میگه این فیلم فاقد پروانه ساخت میباشه، بعد شما دیگه تکلیفت روشن میگه شما پروانه نداری من برای چی باید بازی کنم، من اصلا برای چی باید فیلم بردار بشم، که این مشکلات پیش نیاد. این چندین و چند ساله که خانه سینما در صدد اینه که با انجمن تایید کنندگان که هیچ وقت در واقع این اتفاق مشترک پیش نیومده یک قرارداد تیپی رو امضا بکنن. بله دنبالشن. بله که هم همه صنوف در واقع که هم زمان کاری مشخص باشه، بله هم تعطیلی مشخص، هم تعطیلی‌ها مشخص باشه، هم کف قراردادها مشخص باشه، هم سقف قراردادها مشخص باشه، یعنی یک قرارداد تیپی که دو طرف ازش سود ببرن. ولی خب حالا هیچ وقت این جلسه مشترک فعلا اتفاق نیفتاده. اگر اتفاق بیفته ما سامانه ثبت قراردادها رو داشته باشیم دیگه مشکلات پروانه ساخت و غیره و ذالک به نظر من خیلی قابل حل خواهد. یعنی الان ارشاد به شما اختیار کرده که تو فیلمای که پروانه ساخت نداره بازیگرا بازی بله، نکنن. بله. که مسئولیتش به عهده خودشونه. در حالی که چطور میشه مسئولیت فیلمی که پروانه ساخت نداره تایید کننده که روبرو من نشسته. ما معمولا اینجوری میگیم آقا پروانه ساخت گرفتید، میگن پروانه ساخت ویدیویی گرفتیم بعد تبدیلش میکنیم به سینمایی. اینا یک پروسه هایی که هیچ ربطی به عوامل نداره، یعنی از من دعوت میشه، از شما دعوت میشه برای ساخت یک فیلم، از من دعوت میشه برای بازی در همون فیلم، دیگه کل تبعاتش به تایید کننده برمیگرده دیگه کاملا. و الان تهدید کردن که بازیگری بازی کنه، تهدید نکردن، اتفاقی که میفته اینه که خیلی به شکل غیر رسمی گفتن فیلم هایی که پروانه ساخت ندارد اگر شما بازی بکنید مسئولیتش به عهده خودتونه.
ولی هنوز نگفتن مثلا بعد آیین نامه نیست نخیر یا مصوبه راجبش گفته نشده ولی غیر رسمی گفتن که آره شما فیلم خواهی که بازم گفتن که شما به اعضا بگین آره ما درخواست کردیم که آقا این شرایطش به چه شکلیه این اینکه یه سری دوستان میان مثلا گله میکنن که ما از فرودگاه که داشتیم میادیم پاس ما رو نهادی ریاست جمهوری گرفت مشکل مثلا ممنوع خروجی داریم این راهکارش چیه که بچه ها به این مشکل بر نخورن چون به هر حال ما که نهاد قضایی یا حزب سیاسی که نیستیم ما انجمن صنفی هستیم مجبوریم که کار صنفی انجام بدیم و داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که بر اساس اساسنامه ای که وزارت کار تایید کرده وزارت ارشاد تایید کرده و در مجمع عمومی انجمن صنفی بازیگران سینما به تصویب رسیده سعی کنیم که در همون چارچوب حداقل یک نظامی رو رعایت بکنیم الان انجمن بازیگرا خیلی شرایط خاصی داره چون به حال بله. فضای جامعه یه فضای بله. سیاسیه بازیگرا به حال یه خواسته هایی دارن و به هر حال یک تمایلاتی دارن و یه نگرانی هایی دارن چه کار انجمن در شرایط جدیدی که شما تحویل گرفتید چه کار میخواد بکنه با شرایط فعلی سینما یعنی بازیگرا بله. فقط منظورم بله عرضم به حضور شما همونجور که فهمیدید ما انجمن رو در ملتهب‌ترین شرایط سیاسی بله. و اقتصادی تحویل گرفتیم یعنی اقتصادی یعنی چی منظورت یعنی که ما در یک تورم 62% که آ منظور دیناره بله که در واقع جامعه دوچارش هست آره و طبیعتاً سبد خانوار سینما رو کمتر میکنه به این دلیل کاملا کمتر میکنه بله به این دلیل که سرمایه‌گذارهایی که قبلا می اومدن و در سینما سرمایه‌گذاری میکردن الان ترجیح میدن در جاهای اقتصادی دیگری بله که بله سوددهی بله. بیشتری و زمان کمتری میبره این کار رو انجام بدن ما چندین و چند مرحله بد رو گذروندیم یک کرونا یعنی تعطیلی سینماها باعث شد که کارها کمتر ساخته بشه محدودتر باشه اکرانها ترس مردم از رفتن به سینما و دچار بیماری شدن باعث شد که فیلمها فروششون افت پیدا بکنه بستری مهیا شد به اسم اکران آنلاین در زمان کرونا که من موافقش بودم بسیار از فیلم هایی که شاید فرصت دیده شدن در سالن های محدود سینما این کشور رو نداشتن میتونستن به شکل آنلاین حداقل خانواده ها تماشا بکنن فیلم هاشون دیده بشه اما اون هم باز ضرر زد ضرر فیزیکی زد یعنی بسیاری از سخت افزار های سینما که شامل خود سالن های نمایش میشه خالی موند در نتیجه بسیاری از سالن ها بسته شد بسیاری از سالن ها دیگه تصمیم گرفتن تغییر کاربری بدن نمونهش سینما عصر جدید که سینمای خاطر انگیز همه ماها بود یادش بخیر و من اگه... از جلوش رد شدم خیلی تلخ بود تلخه خیلی تلخه به اندازه آتش گرفتن سینما آزادی تلخ بود ولی حالا دقیقاً تلخ بود ولی آدم الان فکر میکنه حداقل سینما آزادی چند تا سالن شده یه ذره مدرن تر شده باز ساخته شده ولی این ظاهرا ساخته نمیخواد بشه میخواد پارکینگ بشه از این چیزا بشه اصلا کلا تغییر کاربری پیدا کرده تغییر کاربری میخواد بده و دیگه سالن سینمایی به اسم سالن سینمای عصر جدید وجود نخواهد داشت اینا تبعات همون دوران کرونا است به نظر من و در ادامش تغییر وضعیت سیاسی تغییر رئیس جمهور این اتفاقات رو رقم زد که امروز به اضافه شرایط اقتصادی نامناسب کلن سطح سینما رو آورد پایین هرچند که پلتفرم ها یک کمک حالی بود خیلی کمک کردن بله کمک حالی بود اما میگم باز این استراب و نگرانی برای بچه ها وجود داره که آقا اگر پلتفرم ها هم داره یک موزگیری مشخصی مثل تلویزیون باشن خب باز هم ما افت نیرو خواهیم داشت یعنی الان جوان بازیگرا هم با بحران معیشت رو بروه 100% هم با بحران سیاسی که در داخل جامعه که در واقع هیچ ارتباطی هم نباید داشته باشه به ما یعنی بخش هنری حالا درسته که هنرمند حرف سیاسیش رو معمولا با آثاری که تعیین میکنه میزنه ولی میگم اگر که این مسائل تبدیل بشه یک مسائل شخصی و مسائل در واقع سلیقه‌ای این باعث میشه که همین جور تعداد بیکاران در انجمن ما افزایش پیدا بکنه و با توجه به اینکه ما هیچ وقت هم مورد حمایت دولت و ارگان‌های و سازمان‌های دولتی نبودیم اسپانسری هم وجود نداره درنچه ما متاسفانه هیچ کمکی نمیتونم بکنم اما سوال شما رو من مسیرش رو اشتباه نرم چون شما پرسیدید که تو این شرایط بحرانی که الان برای بچه‌ها به وجود اومده ما چه لابی هایی بایستی بکنیم طبیعتاً ما بایستی در راستای اهداف خانه سینما پیش بریم یعنی خدای نکرده ما حرفی نزنیم که باعث بشه خانه سینما به خطر بیفته بله کاملا درسته چون این اختیار رو هم اداره وزارت کار داره شما جزء وزارت کار این دیگه بله ما
خدا رو شکر جزو صنف کارگران فصلی وزارت کار، یعنی این اس ام اسی که میاد میگم مثلا این پول رو واریز بکنید، بعد توی تایتلش نوشته شده که حساب کارگران فصلی وزارت کار، که خیلی تاسف برانگیزه، اما مالیات رو در بیشترین شرایط باید پرداخت بکنید. بله اخیراً متوجه شدم مثلا. که مالیات رو در 25% سود خالص شما باید پرداخت بکنید، اما بیمه از کار افتادگی ما نداریم، به عنوان کارگران فصلی یک بیمه‌ای داریم که حالا بیمه پایمون هست و بیمه تامین اجتماعی. ما کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم در اتفاقات سیاسی اخیر، اما سعیمون بر اینه، چون اساسنامه به ما اجازه نمیده که بیانیه سیاسی صادر بکنیم. یعنی اگر بیانیه سیاسی بخوایم صادر بکنیم، اداره کار میتونه بگه من خانه سینما انجام بازیگران نمیخوام، چون توی اساس خارج از ضوابط اساسنامه دارن کار میکنن. و ضمن اینکه ما به در واقع میگم اساسنامه ای که مشترکاً با وزارت کار، ارشاد و خود خانه سینما، خانه سینما در مجمع عمومی به تصویب رسیده، این اجازه رو نمیده که ما مستقیما وارد بشیم. اما عرض کردم یه کارگروه حقوقی داریم برای بچه‌ها درست میکنیم که ارتباطشون با قضات هست، ارتباطشون با قوه قضاییه هست برای اتفاقاتی که میفته. خب طبیعتاً اتفاق خوبی که نیست که بچه‌های ما به دادسرا برن یا حکم براشون صادر بشه. در همین امروز خانم بایگان رفته برو. بله به هر حال ما تلاشمون رو کردیم که همین‌ها رو تلطیف بکنیم، چون بعضی از کلمات در سیستم حقوقی یک باری داره که اون بار حقوقیش ممکنه که عواقبش زیادتر از اون چیزی باشه که ما فکرشو میکنیم. داریم سعی میکنیم اون کلمات رو اگه بشه در اتهامات بچه‌ها تقریبا حذفش بکنیم، که تبدیل به یک جریمه و یک مختصر اتفاقی باشه که براشون میفته. یعنی حبس و زندانی و این چیزا داریم تلاش میکنیم. آره. که این اتفاق نیفته. میگم مثلا یک کلماتی وجود داره، مثلا شما میگن آقا جریحه دار کردن عفت عمومی، مثلا این خودش یک در قانون یک تعریفی داره با یک حکم مشخص، ولی خب این میتونه مثلا یک در واقع اعتراض مدنی تبدیل بشه تا اینکه ما بگیم که یک چیز کلی درش وجود داره. این کارگروه تشکیل شده به شکل غیر رسمی؟ بله. رسمیش میخوایم بکنیم. میخوایم رسمیش بکنیم. بله. یعنی در آینده میخوایم رسمیش کنیم. یعنی یک کارگروهی باشه، یه سری دوستانی که لطف میکنن میرن در دادگاهی، بچه‌ها شرکت میکنن، بهشون کمک میکنن. از بازیگران انتخاب کردیم؟ بله از بازیگران هستن. ما حتما یک مشاور حقوقی خواهیم داشت در کنارمون. شاید بعضیا نتوان داشتن یک وکیل رو داشته باشن، نه وثیقه بتونن وثیقه جور بکنن. حالا اینا چیزهایی است که ما داریم میگیم که آقا انجمن حداقل با یک کارت معتبر خانه سینما بتونه این وثیقه رو داشته باشه، چون فرار که ما نمی‌کنیم، که ما دیگه در دسترس ترین آدم‌های جهانی حداقل. و اینکه حالا مثلا میگن این عدد رو بیارید بریزید و اینا یه ذره حالت مجرمانه به نظر ما پیدا می‌کنیم. داریم سعی می‌کنیم که تقریبا دوستانش بکنیم، اینا رو حل کنیم. بله. برای معیشت چیکار کردیم؟ برای بحران معیشت چندینو چند پیشنهاد به وزارت ارشاد دادیم. در واقع منتظریم که حالا به یک نتیجه برسد، یک جلسه مطبوعاتی بذاریم، چون ما هر هفته به شکل منظم داریم جلسات هیئت مدیره رو انجام میدیم و خیلی کارها هست که واسه زیربنایی انجام بشه، خیلی جاها هست که واسه کاراش رو ما انجام بدیم. با احترام و تشکر از هیئت مدیره قبلی که میدونم در دوران کرونا بودن و یک ذره در مضیقه بودن، معیشت فعلا هیچ اتفاق نیفتاده. ما راستش رو به شما بگیم، تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها 2% مسئولیت اجتماعی بایستی هزینه بکنن، یا در ورزش یا در هنر و فرهنگ. معیشت خیلی تلخ، هم تو کانون کارگردان ها، هم تو کانون انجام بازیگر ها، همه تلخه. ما اصلا کلن در سینما فعلا، در سینما خیلی، در سینما خیلی تلخه. برخلاف اون چند درصد اندکی که در بله سینما بله. درآمد مناسبی دارن و به هر حال بیشتر الان مورد توجه مردم و صاحبان صنایع هستن، ولی مابقی بچه‌ها واقعا دارن در شرایط دشواری زندگی می‌کنن. من همیشه یه سوالی می‌پرسم، میگم که دو تا، حالا کلمه‌شو دنبال کلمه‌ش بگردم پیدا کنم، دو تا وزارتخانه‌ای که ستاره ساز هستن، یکی وزارت ورزش، یکی وزارت ارشاد، ستاره های ورزشی، ستاره های فرهنگی. بله. اما تفاوت این دو از زمین تا آسمان است. یعنی یک تیم ملی در هر رشته ای وقتی که میره یک افتخاری به دست میاره، قطعا از سوی وزارتخونهش
حتما تقدیر خواهد شد، حتما تشکر خواهد شد، حتما جوایزی اهدا خواهد شد. اما ما تنها کشور آسیایی در خاورمیانه هستیم که زیر 5 سال 2 تا اسکار گرفتیم، نه از عواملش تقدیر شد، نه مراسمی براشون برگزار شد، نه شرایط پخش کردن خبرشو ندادن چه که اسکار گرفته، چه برسه یعنی تریبون های رسمی خبر رو ندادن. به هر حال فکر میکنم که ارزش و تاثیرگذاری هر دو در قشر های جوان جامعه یکسان هست، یعنی همونقدر که سینما میتونه تاثیر بذاره روی فرهنگ جامعه، به همون اندازه ورزش هم میتواند تاثیر بذارد. ارقامی که در ورزش جابجا میشه، حالا فوتبال یه ذره بلدرشتره و بیشتر به چشم میاد، ولی در رده های ورزش های دیگه هم ارقامی که جابجا میشه قابل قیاس با ارقامی که در سینما جابجا میشه نیست، در حالی که هر دو وزارتخانه ستاره ساز هستن و ما باید بریم ببینیم که چرا بودجه ما اینقدر کمتره، چرا وزارت ارشاد نمیتواند از ستاره هاش محافظت بکنه و چراهای دیگه ای که راهکار پیدا کردیم. فعلا مذاکرهش هم هنوز شروع نکردیم، یعنی اصلا یعنی باید یک جلسه ای بذاریم با وزیر ارشاد، با معاونین سازمان سینمایی، با رؤسای سازمان سینمایی، بگیم آقا ما به همون اندازه که ستاره ساز وزارت خونه شما، به همون اندازه ورزش ستاره سازه، چرا این تفاوت ها وجود داره که یکی یک حواله مثلا ماشین فلان رو میتونه از وزارت خونش بگیره، یعنی اون چه قدرتی درش وجود داره که در ارشاد این قدرت هنوز شکل نگرفته یا شاید هم بهش فکر نشده. به نظر من برای انجمن فکری داری که تغییراتی بدی؟ الان چقدر عضدن؟ چند تا عضد؟ ما 542 نفر. از این 542 نفر چند درصد فکر کنین سر کارن؟ به نظر من زیر 15%. وای. بله. و بسیاری از اعضای ما هستن که حالا سنشون بالایه، شاید کار کمتری بکنن. یه گله هم داشتیم که توی ارشاد در واقع مطرح کردیم پیش مسئولین ارشاد، گفتیم آقا صندوق هنر میگه بعد 3 سال اگر کار نکنی من عضویت، حق عضویت و بیمت رو لغو میکنم. خب یک بازیگری که الان سنش رفته بالا، درگیر بیماری های مختلف هست و سالها اصلا نتونسته کار بکنه، امروز روز نیازمند بیمه درمانی شماست، والا در جوانی که خودش انجام میداده و ما بتونیم این رو به یک نوعی یا محدودیت های سنی بذاریم براش، یا محدودیت های براشون بذاریم، میگیم از یک سنی به بالاتر اتوماتیکوار همیشه، چون الان به ما نامه میدن میگن آقا برید انجمنتون ما باید تایید بکنیم که مثلا آقای پژمان بازاری عضو این انجمن میباشد، لطفا با بیمه ایشان موافقت نمایید. یعنی اگر 3 سال طرف کار نکرده باشه ما حتما بایستی تاییدش بکنیم، یا قراردادی رو که مثلا در 3 سال گذشته داشته باشه بایستی ارائه بکنه. اینا یه ذره دست و پاگیر میکنه آقای جیرانی. بله متوجه. یعنی ما اومدیم مثلا گفتیم که خب ما برای یه انجمنی یک تسهیلاتی میذاریم، اما اون اما به نظر من دیگه اون کل تسهیلاتی که شما قائل شدید و مثلا میخواستید محبتی رو که بکنید ببره زیر سوال. یعنی یا هست یا وجود دارد یا نباید وجود داشته باشد دیگه. اگر که وجود دارد که دیگه این داستانا چیه که شما 3 سال برو قرارداد تو بیار، نمیدونم از خانه سینما معرفی نامه بیار ما این رو ثبت بکنیم. اگر عضو انجمن هست که هست، حالا بنا به شرایطی مثلا طرف خورده زمین سر صحنه پاش شکسته، داریم نمونهشو که هر روزم به من زنگ میزنه من نمیدونم واقعا چه جوابش بدم. یعنی بازیگری که موتور زده به پاش، از کمر به پایین تقریبا دچار آسیب دیدگی شده، پاهاش پر از پلاتینه، الان داره فیزیوتراپی میکنه، هر جلسه باید کلی پول فیزیوتراپی بده، ماشینشو فروخته، هر جلسه باید کلی پول رفت آمد بده، کلی پول دارو بده، کلی اتفاقات هست و خب این چه حمایتی ازش شکل میگیره؟ یه روزی هم برای این سینما بازی کرده، برای این تلویزیون کار کرده، برای پلتفرم کار کرده، ولی امروز گرفتار این مسئله است و ما نمیتونیم بهش کمک کنیم، انگار که ذره ذره جلوی چشمون داره از دست میره. و اینا به اتفاقاتی است که نیازمند بحث مالی هست و 2% مسئولیت اجتماعی رو اگر بشود تکلیفی برای بعضی از ارگان‌ها این کار رو انجام داد که واقعا یک تکونی خواهد. پس انجمن بازیگران رو در این بحرانی‌ترین شرایط تحمیل کرده. بله. و خیلی هم سخته الان. بله. حل کردن تغییراتی میخوای بدید است اصلا در آیین‌نامه‌های مثلا چیزایی که ببینید اساسنامه زمانی تغییر میکنه که مجمع عمومی برگزار بشه. آه. الان ما مهمترین فصلی رو که داریم پیگیری میکنیم و دوستان ما نشستن در کارگروه و دارن انجام میدن که حتما چند نفر به ما اضافه خواهند شد از انجمن، کارگروه کودک و نوجوان هست.
ما طبق اساسنامه الان بندشو دقیقاً یادم نیست، ولی فکر می‌کنم ماده پنجم تبصره دو، ما موظفیم که از کودکانی که در سینما حضور مستمر دارند حمایت بکنیم. اما توی شرایط عضویت ما 18 سال کامل هست. پس ما یک نقض غرضی داریم که در واقع این رو باید حلش بکنیم. ما یک جشنواره داریم به اسم جشنواره فیلم کودک که عمدتاً بازیگران اصلیش کودکان هستن. پس در نتیجه ما از کودک ها استفاده میکنیم. اما این کودکان حق و حقوق انجمن رو نمیتونن برخوردار بشن چون 18 سالشون نشده. پس ما چطور میتونیم این رو با همدیگه ترکیب بکنیم و تبدیلش بکنیم به یک آیین‌نامه‌ای که بتونیم از حقوق کودکان دفاع بکنیم؟ این از حقوق کودکان دفاع کردن این شبهه رو به وجود نیاره که تهیه کننده اصولا کم میذاره. نه، پدر و مادر بسیاری از بچه‌ها میشن منبع درآمدشون و مثلا این بچه از این کار میره سر اون کار، از اون کار میره سر اون کار، بعد وضعیت تحصیلش به چه شکلیه، وضعیت استراحتش به چه شکلیه، وضعیت رشدش به چه شکلیه. یعنی بعضی اوقات الزاما این نیست که کار تهیه کننده از بچه‌ها زیاد کار میکشن، بعضی اوقات پدر مادر هستند که از بچه‌هاشون بیش از اندازه استفاده میکنن و به شکل کالا بهش نگاه میکنن، در حالی که طبق قانون وزارت بهداشت و اداره بهزیستی این بچه‌ها بچه‌های کودک کار محسوب میشن. خب استی زیر نظر یک سری مشاوری، یک سری در واقع کسانی باشن که هم بهشون مشاوری روحی روانی بدن، هم بهشون مشاوری حقوقی بدن، هم بهشون مشاوری زندگی بدن. یعنی بچه‌ها خب بالاخره روحیه‌شون تغییر می‌کنه. ما داریم یک کارگروه کودک و نوجوان رو می‌سازیم که امیدواریم بتونیم با بهسیستی به یک نتیجه برسیم. اگر بتونیم جهانی‌ترش بکنیم و به عنوان اینکه بتونیم ثبتش کنیم که سینمای ایران این حقوق رو رعایت می‌کنه، چون همه جای دنیا مهمه، و بتونیم با یونیسف این کار رو انجام بدیم که بتونیم در واقع بگیم که در سینمای ایران هم حقوق کودکان رعایت میشه. غیر از این کارگروه کار دیگه هم قرار انجام بدیم؟ بله، ما قراره که یک جشن هنرپیشه برگزار بکنیم. جشن هنرپیشه هر سال، اگر که بتونیم به یک اسپانسر دائم برسیم و بتونیم این کار رو بکنیم، حتما دلمون میخواد که فقط اعضای انجمن صنفی بازیگران سینما حضور خواهند داشت. کارت دعوتشون، کارت انجمنشون هست. ما هر کسی که وارد اون جشن بشه با ارائه کارت انجمن میتواند در جشن حضور پیدا بکنه. بهترین بازیگر سال رو انتخاب کنیم. بهترین بازیگر سال رو انتخاب میکنیم. یک نشان عالی میخوایم تقدیمشون بکنیم. یک نشان در واقع، حالا چون به تصویب نرسیده، من فقط یک بخش کلیش رو عرض میکنم خدمت شما که قصد داریم که تقدیر و تشکر باشه از کسانی که سال کار کردن. بله، و کسانی که در جشنواره‌های مختلف دستاوردهای بین‌المللی داشتن، در جشنواره‌های داخلی دستاورد داشتن. یادی بکنیم از کسانی که در اون سال در واقع انجمن از دست داده، یارانش رو از دست داده، و به طور کلی یک جشن کاملا تخصصی برای بازیگران سینما ایران باشه. آماری از پیشکسوت‌هایی دارین که الان سینما دارین توی انجمن که مثلا؟ بله خب. کیا بی الان هستن؟ بله. چیگونه؟ ما یه کارگروه فرهنگی رفاهی هم داریم. آها. که خانم کوثری و خانم اسکندری، ستاره اسکندری، لاله اسکندری، خانم لاله اسکندری اون کار رو انجام میدن. ستاره در کارگروه حقوقی ما هست. و اسامی رو یادداشت میکنن. بزرگترین مشکل ما اینه که ما دست خالی نمیتونیم بریم پیش این عزیزان. یعنی خودمون خجالت میکشیم بریم، ولی دست ما خالی و خرما بر نخیل. اون مؤسسه پیشکسوت تو از شما جداست دیگه. بله، بله. آقای ارجمند صحبت کرده. بله بله. یه چندین و چند تا مؤسسات مختلف بازیگری وجود داره که من فکر میکنم حالا نه به دلیل اعتباری خدای نکرده به دوستان بر نخوره، که به دلیل شاکله ساختش انجمن بازیگران از همشون مقبولیت بیشتری داره، هم زیر نظر وزارت کار، هم زیر نظر وزارت ارشاد، و بعضی از اون مجموعه صرفا زیر نظر وزارت کار هستن، زیر نظر وزارت ارشاد نیستن. ولی خانه سینما، انجمن بازیگران صنفی خانه سینما، این مقبولیت رو داره که هم زیر نظر دو وزارت خانه. البته که خودش
دوچار ابهامه که چرا یک انجمنی باید زیر نظر دو تا وزارت خونه باشه، یعنی وزارت کار. یعنی شما هم وزارت کار هم وزارت ارشادی؟ بله دیگه زیر نظر. چرا باید وزارت ارشاد بشه؟ قانون کار کردن زیر نظر وزارت کاره. به هر حال خانه سینما اصلا زیر نظر وزارت ارشاد. ما یک بخش، یک شاخه‌ای از یکی از اصناف چندگانه خانه سینما هستیم دیگه. خلاصه خیلی پیچیده است آقای جیرانی. خیلی پیچیده است. الان در واقع ما کارگری شدیم، ما کارفرمایی شدیم، شما کارگری شدیم. آره در واقع داستان پیچیده شده. بحث مالیات هست، بحث همه چی هست. بحث مالیات هست، بحث معیشت هست، بحث الان که قاطی شده دیگه، بحث اعتراضات سیاسی و این چیزا هم قاطی شده دیگه. بله. یه همه چیز شما باش گرفتارید و بازیگرا بیشتر، یعنی بازیگرا چون پیشانی کار هستن، بیشتر باش درگیرن دیگه. حالا به هر حال ما داریم تلاشمون رو میکنیم، یعنی میگم ما در بدترین شرایط انجمن رو تحویل گرفتیم، در بدترین شرایط اقتصادی، در بدترین شرایط سیاسی، در ملتهب ترین شرایط کشور و شاید میگم در ملتهب ترین شرایط جهان، یعنی تأثیرات مستقیم اتفاقاتی که در جهان میفته خب در کشور ما هم خواهد بود. حالا به هر حال بد نیست بدونیم اعضایت مدیریتون کیا هستن که بله بله بنده به عنوان رئیس، نایب رئیس آقای کوروش سلیمانی، دبیر آقای علی دهکردی، خزانه دار سرکار خانم فریبا کوسری، از اعضای ما آقای کامبیز دیروا، سرکار خانم لاله اسکندری، سرکار خانم بهناز جعفری، جناب آقای فرید سجادی حسینی، حسین سلیمانی عضو علی‌البدل هست، از بازرسین هم خانم سحر دولتشاهی بازرس اصلی و جناب آقای حبیب دهقان هست بازرس علی‌البدل هستن. بسیار ترکیب خوبی. و ما در واقع در انجمن ما چیزی به اسم عضو علی‌البدل و بازرس و اینا وجود نداره. آقای الان تغییرات دیگه میخوای تو انجمن بده غیر از این جایزه هنرپیشه و کارگروه کودک و اینا، کار دیگه انجام قرار انجام بدیم؟ اصلا چیز شرایط عضویتتون چی هست؟ ببینید شرایط عضویت توی اساسنامه‌ای که هست یک بازیگر 6 تا نقش اول سینمایی اکران شده بایستی داشته باشه. نقش اول؟ بله. یعنی اگه نقش دوم داشته باشه نمیتونه؟ ببینید در کنار صنف انجمن بازیگران، یعنی اسمش رو درست بگم، انجمن صنفی بازیگران سینما، یک انجمن دیگه ای هم در خانه سینما وجود داره به اسم انجمن بدلکاران و بازیگران. بدلکاران و بازیگران دیگه. بدلکاران و بازیگران. ببینید ما در سینما، حالا شما که استادید، من فقط برای اینکه ذهن کسی که دارن این برنامه رو ببینن روشن بشه، ما یک سری بازیگران پس زمینه داریم. یعنی بازیگرانی هستن که استمرار در کار دارن، دارن سالهاست کار میکنن، اما هیچ وقت بازیگر اصلی نبودن. نقش اول نبودن. نه جز بازیگر اصلی، نقش اصلی یا نقش مکمل هم حتی نبودن، ولی بازیگران بودن که شناخته شدن، مردم میشناسنشون. و الان اون بحث ما توی انجمن در مورد عضویت گیری از بازیگران پس‌زمینه است. خیلی هستن که توی فرمشون پر میکنن بالای مثلا 80 تا فیلم دارن، ولی هیچ نقش اول، ولی هیچ وقت نقش اول نبودن. الان ما بر اساس اساسنامه خب طبیعتا نمیتونیم عضوشون بکنیم. حالا اصلا این عضو کردنه چه مزیتی داره؟ الان هیچ مزیتی نداره، یعنی فقط یه کارته که شما عضو خانه سینما هستید. حالا شاید مثلا تشریف بردید بیمه و فلان، حالا یه بیمه بخور نمیری به قول معروف داره که ما سعی کردیم که این اتفاق بیفته، یا مثلا کارتر مثلا خارج از کشور تشریف ببرید، اگر بگید من عضو انجمن صنفی بازیگران سینما ایران هستم، مثلا در موزه شما رو میتونن، در مراکز فرهنگی میتونن با احترام شما رو راه بدن. اما الان مشکل عضویت گیری ما همین هست. اما توی اساسنامه آیین‌نامه های هیئت مدیره طراحی شده، یعنی ما هیئت مدیره میتونیم تصمیم بگیریم که در این دوره با این شرایط عضو میگیریم، این هیئت مدیره اینو تصمیم گرفته، ولی جزء اساسنامه محسوب نمیشه. ما اگر بخوایم که این رو تصویب بکنیم حتما باید یه مجمع عمومی بذاریم، بچه‌ها بیان، اعضا بیان، مخالفین خودش، موافقین خودش، و در نهایت این قضیه که تبدیل به یک اساسنامه بشه، بعد ما باید یک نماینده وزارت کار اونجا باشه، در مجمع ما حضور پیدا بکنه، صورت جلسه رو امضا بکنیم، بعد ما اون اساسنامه، اون بندی رو که به اساسنامه اضافه شده یا ازش کم شده رو اعلام بکنیم، آیا موافقت بشود یا آیا موافقت نشود هم باز یک پروسه
دیگه ای داره. ولی توی اساسنامه معمولا آیین‌نامه های اجرایی برای هیئت مدیره هایی که وجود دارن برای حداقل حد اکثر دو سال این طراحی شده که بتونیم حالا یک شرایطی رو در نظر بگیریم. یه ذره عضوگیری ما هم یه ذره پیچیده است. ما در این تغییرات ایجاد میکنیم. امیدواریم که این اتفاق بیفته. تو مجمع که برای اینکه سینما دیگه الان فقط یک سینما نیست. یعنی همونجوری که اسمشو گذاشتن صوت و تصویر فراگیره. یعنی بچه ها دارن در همه عرصه کار میکنن. بله بله. ولی آیا ما باید ببینیم که تلویزیون هم شامل ما میشود؟ بعد اگر تلویزیون شامل ما میشود، پس اون مقررات و قوانین تلویزیون به چه شکلیه؟ اگر فقط پلتفرم ها شامل ما میشود، آیا زیر نظر وزارت ارشاد؟ یعنی زیر نظر وزارت ارشاد باشه، به هر حال ما هم جزء مجموعه وزارت ارشاد خواهیم بود دیگه. میتونیم از اون بچه ها عضوگیری بکنیم. یه ذره شرایطش پیچیده است، اونم به این دلیل که اساسنامه خیلی شفافیت توی این قضیه نداره به نظر من. فری ما فرجامیل ما اخیراً از دست دادیم. یعنی در واقع شما در قبل از اینکه از دستش بدیم انجمن در جریان بیماری توی بیمارستان و این چیزا بود. به همونجور که عرض کردم ما یک کارگروه فرهنگی هنری داریم، فرهنگی رفاهی داریم که در واقع اطلاعاتی که از طرف خانواده هاشون به ما میرسه یا بسیاری دوست دارن که مطبوعاتی نشود، مثلا گفته نشود، نشود. بسیاری هم دوست دارن که حالا یک احوال پرسی هم ازشون انجام بگیره. طبیعتا ما یک لیستی رو داریم از اعضا که دچار بیماری های حالا یا کهنسالی هستن یا جوانسالی هستن، بله، یا بسیار مثلا دوستان ام اس دارن، بعضیشون پارکینسون گرفتن، بعضیشون آلزایمر گرفتن، داروها گرون هست، خدماتی که بایستی برای بهبود حالشون انجام بشه گرون هست. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم، با دو سه تا مؤسسه خصوصی هم حتی صحبت کردیم که بتونیم این اتفاق بیفته. دوستان لطف کردن قرار که جلساتی بذاریم بریم، ولی عموما این به شکل کلی نیست، یعنی به شکل مقطعیه. یک مؤسسه‌ای که حالا سه تا شعبه هم داره میخواد یه سری خدمات رو به انجمن بازیگران بده. این خیلی چیز سفت و محکمی نیست که ما بگیم ما اومدیم با وزارت بهداشت صحبت کردیم، مثلا دو یا چند بیمارستان رو به عنوان بیمارستان‌های هنرمندان باشون یک تفاهم‌نامه امضا کردیم، دوستان میتونن برن اونجا کار فیزیوتراپی با ایکس درصد مثلا انجام بدن، مابقیش رو بیمه پرداخت بکنه. خیلی این اتفاقات خیلی خودت فریما رو دیده بودی قبل از مرگ؟ رفتی بیمارستان بزنی؟ اولا که خانوادهشون خیلی تمایل نداشتن به این قضیه. یعنی چندین و چند بار آقای دهکردی زحمت کشتن و خانم کوثری تماس گرفتن که ما برای عیادت ایشون بیایم، گفتن ما خیلی تمایلی به این، یعنی استقبالی شکل نگرفت که ما بخوایم بریم. اما جوهای حال احوالشون بودیم، دائما بچه‌ها در تماس بودن تا اینکه خبر فوتشون اومد. خیلی هم متاثر کننده بود. سعی کردیم یک مراسم درخوری براشون انجمن برگزار کنه با توانایی و استطاعتی که خود انجمن داره. سعی کردیم یه ذره منظم‌تر باشه، یک کنداکتوری داشته باشه، در واقع سخنران‌ها مشخص باشن، بیانیه‌ها مشخص باشن، دوستانشون مشخص باشه، که به هر حال تمام تلاشمون کردیم که در خانه هنرمندان اتفاق بیفته. ما یک لیستی داریم که این لیست رو قراره که بریم هر هفته بهشون سر بزنیم، حالا یک یا چند نفر. می‌خواستم سوال آخرم رو بپرسم، بله. همونجوری که یعنی مراقب هستین الان در بود. بله، همونجوری که ما در سخنرانی که بنده قرائت کردم و هیئت مدیره به تصویب هیئت مدیره رسیدم، اولا که من حرف بی دلیل نمی‌زنم، یعنی فکر نکنید که مثلا به عنوان رئیس انجمن نظری شخصی رو من ارائه می‌کنم. قطعاً در هیئت مدیره به تصویب خواهد رسید همه متن‌ها، همه بیانیه‌ها، همه اتفاقات با مخالفین و موافقین خودش رو خواهد داشت. به یک بررسی و یک اجماعی میرسیم که این خروجیش در واقع میاد بیرون. اینجوری که من حرف شخصی بزنم و موضع شخصی بگیرم نیست. ما در سخنرانی که نوشته بودیم توسط هیئت مدیره به تصویب رسیده بود، گفتیم که آقا تا دیر نشده به داده هم برسیم. هنرمندا بیش از آن که الان بحث معیشتیشون باشه، بحث عاطفیشون مهمه. بله خیلی مهمه. و داریم یه راهکارهایی هم درست میکنیم که بتونیم ازشون در جاهای دیگه‌ای در سینما استفاده بکنیم. طبیعتاً نقشایی که نوشته میشه در چند سال گذشته از دهه 90 به این ور، نقشایی هست که حالا فیلم‌های سینمای بدنه هستن، فیلم‌هایی هستن که برای مردم، برای شادی مردم ساخته میشن. خب خیلی از
اعضای ما ممکنه جایی در این فیلم ها نداشته باشن و تهیه کننده برای اینکه بازگشت سرمایه برش وجود داشته باشه سعی میکنه که خب از یه سری آدم هایی که تونستن قبلا از پس این کارها بر بیان استفاده بکنه. در نتیجه داریم سعی میکنیم تو بخش آموزشی ازشون استفاده بکنیم، تو بخش بزرگداشت‌ها ازشون استفاده بکنیم، تو انتقال تجربهشون به جوان‌ترها ازشون استفاده بکنیم، نشست‌های تخصصی برگزار بکنیم با حضورشون، ازشون دعوت بکنیم، تقدیر و تشکر بکنیم. به هر حال اینا سرمایه‌های سینما هستن، یعنی افرادی بودن که سال‌های سال عمرشون جوانیشون رو در سینما گذاشتن و خیلی راحت میتونه مرزبندی قبل و بعد از انقلاب که نداری. خیر. بسیار عالی. بله. یعنی همه هنرمندان قبل از انقلاب رو هم شامل میشه. بله، اصلا یک سازوکاری داریم طراحی میکنیم برای کسانی که پیشکسوت هستن و برای کسایی که سالهای سال در سینما کار کرده. ببینید عرض کردم ما یک مشکل قضایی داریم، یک مشکل سیانتی داریم. این دو تا چیز متفاوت هست. از نظر ما هر کسی که در حوزه صدا و تصویر و مخصوصا در سینما کار کرده جزو اعضای ما محسوب می شود. ما قصد داریم که از چند نفری که در ایران موندند و در واقع نتونستند در سینما کار بکنن به دلایل مسائل قضایی به عنوان اعضای افتخاری انجمن ازشون تقدیر و تشکر بکن. چه خوب. من اخیرا با مرتضی عقیلی صحبت کردم. حالا من نمی‌خواستم اسم بگم، سرکار خانم پوری بنایی، آقای مرتضی عقیلی، جناب آقای همایون، کسایی بودن که در کشور بودن، سال‌های سال مهاجرت نکردن، اما خب اجازه کار رو هم نداشتن. دارم نیست که اجازه گرفت آقای عقیلی، من شنیدم ولی نمیدونم چقدر. حالا امیدواریم که این اتفاق برای همشون بیفته. برای همشون بیفته. بله، یعنی به هر حال اینا سرمایه‌های برای خانم بنایی و برای همه بیفته. بله، برای همه بیفته و ما یه روزی نشه که مثلا آقای بهمن مفید رو از دست بدیم و بگیم چرا از تجربیاتشون در مهمترینش فردین از دست بدیم، یا آقای فردین رو از دست بدیم یا آقای ملک مطیعی رو از دست بدیم. بله، من اصلا هر دو اینا یادم دیگه، یعنی اینا کسانی بودن که موندن پای وطنشون. من اصلا من یادم یک سال قبل از مرگ فردین رو تو خونه دوری دیدم، مرحوم دوری دیدم، اصلا تکیده بود، نمیتونست، دلش تنگ شده بود برای دوربین. بله. صدای دوربین. دقیقاً سال 78 من خونه زیارت نوری دیدم و 79 مرد، فروردین 79 مرد. خدا رحمتشون کنه. ناصر ملک مطیع هم من قبل. بله. ناصر یه مقدار با خودش حل کرده بود مسائل رو. بله. ولی فردین حل نکرده بود. ولی همچنان دلتنگ بود. دلتنگ بود. بله، ناصر حل کرده بود. داشتم. بله. که دیگه بازی نمی‌کنه، ولی فردین خیلی دلتنگ سینما بود. ولی وسوسه‌هایی براشون وجود داشت برای ناصر. بله، خان. بله. وسوسه‌هایی وجود داشت. این حضور حضورشون در اکران‌های خصوصی اینا به نظر من یک آدمی اگر بریده باشه از سینما دیگه اصلا میگه اکران خصوصی هم نمیرم، تئاتر هم تماشا نمی‌کنم. ولی این وسوسه‌ها برای این عزیزان همیشه بوده، هست، خواهد بود. میگم ما حالا داریم تلاشمون رو می‌کنیم به عنوان اعضای افتخاری افتخار بدن در انجمن صنفی بازیگران سینما و ما بتونیم که در یک مراسمی هم تقدیر و تشکر بکنیم، هم کارت انجمن رو تقدیمشون بکنیم. خب پژمان جان به خودت برسیم، یعنی به بازیگری خودت برسیم. بح. از سال 77 داری کار میکنی، یعنی از 71 در واقع در سینمای جوان، 72 شروع کردم، ولی خب رسمن دیگه از 77 هم سینما هم تلویزیون. بح. به این اواخر شبکه نمایش خانی. بح. تو سینما هم با بیشتر کارگردان ها کار کردی، با کیمیایی کار کردی. بله. با درویش کار کردی، با آتمیکا. بله. کار کردی، ولی بیشتر بازیگر فیلمسازان جوانی بودی که الان چهره شدن. بله. یعنی خیلی بازیگر، مثلا من آیدا پناهنده بودی در ناهید، امیر ثقفی بودی فیلمی که من خیلی دوست دارم. بله. مرکز و کار من است و اخیرا هم که بازیگر فیلم ستاره اسکندری بودی. بله. که اونم من فیلم رو دیدم، فیلم دوست داشتنی و خوبیه. علتی که تو فیلم های کارگردان اول بازی میکنی، یعنی خودت هم علاقه داری به این نسل جوانی که در واقع دارن کار میکنن؟ ظاهرا به نظر میرسه خودت هم این نگرش. بله. رو داری. من فکر میکنم با توجه به خدمت ادبیات و نقاشی که توز هنرهای به حال برتر تمدن انسان هستن، سینما همچنان داره چهار دست و پا را میره. سینما 145 سالشه، سنی نداره، هنوز بچه است و اینکه ما مرز بذاریم اصلا چه کسی بهترین بازیگره، چه کسی بهترین فیلمسازه، صرفا به نظرم میرسه که یک سلیقه شخصی از چند نفر آدمی که به عنوان داور انتخاب میشن و حالا
با توجه به علاقه‌ای که به سینما دارن، تخصصی که در این حرفه دارن، چند نفر انتخاب میکنن. اینکه یک کارگردان فیلم اول اصلا فیلمساز خوبی خواهد شد یا فیلمساز خوبی نخواهد شد، به نظرم برمیگرده به علاقه‌اش به سینما. من با بچه‌ای که اسپوردیت کار کردم، با مرشاد کارخانی تقریبا، بله مرشاد کارخانی، خانم پناهنده، آقای امیرحسین ثقفی، آقای مصطفوی، بله مجید مصطفوی و خیلی از کسایی که باشون کار کردم، شوق سینما رو در چشماشون دیدم، در نوشته هاشون دیدم. یعنی به قول اصطلاحاً میگه رو کاغذ فیلم بود، رو کاغذ فیلم بود، انقدر با جزئیات نوشته شده بود، انقدر آدم میتونست حدس بزنه که این فیلم ها با چه عشقی نوشته شده. چون ما برخلاف شما، مثلا میخواد برید یه چیزی بخرید، میگید این قیمتش چنده، این ساخته شده، یک عینکی ساخته شده، شما میتونید بزنید به چشمتون، خودتون تو آینه نگاه کنید، تصمیم بگیرید بخرید یا نه. اما کار ما برعکسه، کار ما محصولش بعد از اینکه تلاش میشود تازه قابل ارائه است و این کار ما رو سخت‌تر میکنه. شما نقاشی رو میخواد برید ببینید، میگید به چه اثر قشنگی، یا مثلا مجسمه رو میبینید، یه چیزیه که ساخته شده. هیچ وقت نقاش نمیاد به شما بگه من آقای جیرانی قصد دارم یک نقاشی بسازم که این نقاشی توش این المان ها رعایت بشه با رنگ پس زمینه فلان. این شما هیچ وقت تصویر نمیکنید، شما در نهایت قضیه آرت و هنر نقاش رو میرید میبینید، شما در نهایت قضیه آرت و هنر مجسمه ساز رو میبینید، آرت و هنر آهنگساز رو میشنوید. ولی در سینما همه چیز بعد اتفاق میفته، یعنی بایستی رو کاغذ نوشته بشه، آدماش جور بشن با هم دیگه، فیلم تبدیل به یک اثر بشه، شما بگه چه فیلم خوبیه یا بگه این چه فیلم بدیه. هیچ کدومش از قبل ما یک محصولی نداریم قابل ارائه باشه، درنچه این کار سینما رو سخت‌تر میکنه. یعنی هم اطمینان رو بستی دو طرفه بکنه، یعنی شما رو کاغذ میری میگی خب اینو چجوری میخوای بسازی، اینو چیکار میخوای بکنی، بازیگرای دیگه کیه، فیلم بردار کیه، آهنگساز کیه، تدوین کیه، طراح صحنه و لباست کیه، طراح گریمت چیه، بعد به این نتیجه برسی که آقا این اصلا این محصوله قراره که محصول خوبی بشود یا نشود. این یک اطمینانی میخواد به این نسل جوان که من همیشه داشتم و انصافا هم از کار کردن با همشون لذت بود. کدوم نقشت بیشتر دوست داری تو این فیلم هایی که بازی کردی؟ من چند تا فیلم هست که خیلی دوستشون دارم، با احترام به همه فیلم هایی که بازی کردم و روشون تعصب دارم، اما چند تا فیلم هست که خیلی روش تلاش کردم. یکیش فیلم مرکز به کار من است، البته بعد از دوئل که به هر حال اثر درخشان هم حوزه سینمای دفاع مقدس است، هم به نظر من یکی از بهترین کارهای آقای درویش است. بعد از دوئل من ریسمان باز رو دوست دارم، مرکز به کار من است رو دوست دارم، ناهید رو دوست دارم، اسرافیل رو دوست دارم. عرضم به حضور شما کرده که دو ساعت بعد مهرآباد رو دوست دارم، خنده‌های آتوسا رو دوست دارم. اینا فیلمایی بود که برای من، فیلم خانم اسکندری خورشید آن ماه رو دوست دارم، اینا برای من تجربه هاش متفاوت بود. آقای جیرن مثلا خنده‌های آتوسا چهار روز توی قطار آدم فیلم بسازه، دو ساعت بعد مهرآباد یک زیرلایه سیاسی و یک فیلم عاشقانه که به مبناش بر اساس سکوته، یعنی اون یک مدل دیگه است. فیلم ناهید من نقش یک پدری رو بازی میکنم که در صدر تشکیل یک خانواده جدید با مشکلات خودش رو بره. فیلم مرکز کسب کار من است راجب فقر، که فیلم ندارها کار آقای عرب بله بسیار فیلم خوبی بود، فیلم یک دغدغه اجتماعی داشت. آقای جیرن، ما الان یک بخشی از سینمای ما شکاف افتاده بین مخاطب و سینما، اون هم بخش اجتماعی هست. یعنی شما در دهه 60 و 70 بیشتر فیلم هایی که ساخته می شد دغدغه های اجتماعی درش بود، مثل فیلم های گل های داوودی، مثل بی بی چلچله، مثل خیلی، مثل خواهران غریب، مثل خیلی از فیلم هایی که خود آب آتش شما، میدونی چی میگن، آب آتش بود دیگه، درست؟ بله بله. و اینکه به هر حال اینا جزء رده بندی، نه اصلا ما هامونه داریم، ما دندان ما رو داریم، خیلی فیلم هست، خیلی فیلم های اجتماعی داریم، فیلم های اجتماعی داریم، دهه 70 هم داریم. میام الان حضور ذهنم، ولی من فکر میکنم که این فیلم ها یه دفعه انگار از یه قالبی برداشته شد، رفته شد توی ویترین، چیده شد به عنوان فیلم‌های تاریخ، فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینما ایران. ما
ناخدا خورشید رو داریم، کشتی آنجلیکا رو داریم، جنگ نفت کشان ما دهه 60 فیلم مهمی داریم، بسیار تا پایان دهه 70 هم در دوره اصلاحات هم فیلم خیلی مهمی داریم. بله یعنی در واقع فیلم مهمی داریم. بعد دهه 80 و 90 این از نیمه سلب شد از مردم، یعنی مردم ما الان فقط فیلم کمدی میبینن. میدونی دلیلش چیه؟ خیلی دلایل داره. خودت چیه تحلیلی داری از این شرایط؟ من بخش اقتصادی سینما. ببینید سینما وقتی متولد میشه سه تا مؤلفه داره. مخاطب چه رد دست داره؟ عرض میکنم میشه هنر، رسانه، صنعت. ما یک زمانی فتح قله های هنری جهان رو کردیم با فیلم طعم گیلاس های کیارستمی، کن گرفتیم، با فیلم درباره الی رفتیم، خرس نقره‌ای گرفتیم، با آقای فرهادی اسکار گرفتیم، برلین گرفتیم، دو تا اسکار گرفتیم، خیلی بی‌نظیر زیر 5 سال. آره بله این خیلی مهمه، دو تا اسکار با فاصله خیلی کم. یعنی اگر بگیم اسکار اول رو حالا به یک دلایل سیاسی دادن، دیگه اسکار دوم که نمیدونن داده باشن که نه اصلا سیاسی. یعنی اصلا اگر که این حجمه رو وارد بکنیم به سینمای آقای فرهادی، من به نظرم آقای فرهادی با اسکار دومش ثابت کرد که آقا من یه فیلمساز جهانی ام دیگه، اصلا لزومی نداره براش حرف بزنیم. پس درش ما الان هنر رسانه، که رسانه که حالا میشه سینما، سالن‌ها، تعداد مخاطبی که میره، هنر که حالا به هر حال بخش هنری فیلمه. الان صنعت به نظر من حاکمه بر این دوتا شده. فکر نمی‌کنی سیاست هم حاکم شده؟ طبیعتاً سیاست هم حاکم شده. یعنی یعنی بخشی از سیاست هم وارد سینما شده، از دو طرف سیاست. به نظر من یک اصطلاح بعدی که در بین منتقدین یا فیلمسازها میگن سیاه نمایی. خب اصلا کار فیلمساز چیه؟ کار فیلمساز به قول ساتیا جیترای میگه کار من انعکاس اتفاق زندگی مردمه. یعنی جامعه که توش زندگی میکنم، توش دارم زندگی میکنم، یعنی اون حس جامعه رو میگیره منتقل میکنه. منتقل میکنه، کارش درمان نیست. نه یعنی اصلا کار فیلمساز، کار هنر، نه درمان نیست. بگیم آقا ما یک نسخه‌ای بنویسیم، از یک فیلمی بسازیم که اگر این اتفاق افتاد حتما درمانش در اینه. فیلمساز میگه این مشکلات وجود داره، مشکلات اجتماعی وجود داره، مشکلات اعتیاد وجود داره، مشکلات سیاسی وجود داره و هر کدوم از این مشکلات، مشکلات فرهنگی، مشکلات سنتی. الان ما جامعه ما به سمت یک جامعه مدرن داره خیز برمی‌داره، اما همچنان ما در اخبار مدرن جامعه ما خیلی رشد کرده ولی همچنان ما شکل سنتیمون رو داریم ادامه میدیم. یعنی ما درک نمیخوایم بکنیم که پاره مدرن رشد کرده. مشکل بزرگ جامعه ما اینه، قبلا درک نکردن، قبل از انقلاب که پاره سنتی رشد کرده. بله. الان نمیخوایم درک کنیم که پاره مدرن رشد کرده. بله. و اینا باعث میشه که اختلاف نظرها وجود داشته باشه. یعنی سیاستمدارا فکر میکنن به محض اینکه یک فیلم دغدغه اجتماعی داره، فیلم یا سیاه‌نمایی میکنه یا سیاست زده است، در حالی که به نظر من یک فیلمساز موظفه از هر آن چیزی که در اجتماعش داره اتفاق میفته یک اثری رو منعکس بکنه. این همه چی طبیعیه، یعنی آن چیزی که فیلمساز منعکس میکنه حس حالش از جامعه که توی زندگی میکنه. شما دیگه از جامعه هالیوودی که صنعتی‌تر نداریم که ما. نه نداریم. ولی شما در برخی از فیلم هاشون میبینید مشکلات کسایی که خانه به دوشن، مشکلات کسایی که از پس وام بانک بر نیومدن، مشکلات خانواده هایی که نتونستن جووناشون رو کنترل کنن. بعضی وقت فیلم های بسیار خوبی هم ازشون در میاد. بله. ولی این رو نمیتونیم بگیم که آقا فیلمساز ما دغدغه اجتماعی. الان مثلا کامران قدکچیان، سیروس الوان، اینا در دهه 60 و 70 فیلم سازایی بودن که دغدغه های اجتماعی داشتن، هیچ وقت فیلم سیاسی نساختن. بله بله بله. ولی الان چرا باید واقعا جاشون خالی باشه؟ چرا مثلا آقای بزرگنیا باید جاش خالی باشه؟ کاملا درست. یعنی من میگم چرا آقای تقوایی باید جاش خالی باشه؟ آقای تقوایی که هیچ وقت فیلم سیاسی نساخته، همیشه دغدغه های اجتماعی ساخته باشه، چرا باید اصلا جاش خالی باشه؟ جاش خالی باشه. یعنی اینا فیلم سازانی بودن. من چند پیش داشتم توی خیابون میرفتم و حتی نتونستم نگه دارم، اگر نگه میداشتم که حتما دستبوسی میکردم، و دیدم بزرگ مهر رفیعی ها کنار خیابون ایستاده و با یک عصای زیره. حالا شاید هم راضی نباشن من بگم، ولی من دیدمشون و برای من یه دفعه پرتاب شدم به یک دهه‌ای که پنج نسل فیلمسازی آمدن، همونطور که پنج نسل بازیگری هم آمدن. بله. در واقع خب این نسلی که تو میگی نسل دوم کارگردانیه. بله. نسل اول که همه مردن، فوت کردن. بله. نسل دوم کارگردانیه که
الان برخیشون مثل تقوایی مریضه، بله. برخیشون به هر حال به سختی کار میکنن، برخیشون کونه نشین شدن دیگه، بله. مثل بزرگنیا که فیلم های بسیار درخشان ساخته، بله. نسل سوم توش بیکار داریم در بله. کارگردانی شما تو نسل سوم بازیگری هم بیکار بله. دارین، آره. بله زیاد، یعنی بیکار زیاد داریم. مثلا مشکل اینه پژمان جان، تو آخرین فیلم بازیگری هستی که با کیومرث پوراحمد کار کردی، بله. خدا بیامرزه، دو تا کار کردی، کار بله. اولو دیدم، کار دومو ندیدم. تحلیلی از پوراحمد چیه؟ اصلا پوراحمد رو چگونه تحلیل میکنی تو این دوتا کاری که باش کار کردی؟ خیلی حیف شد. دقیقا حیف شد. تا به امروز که از من سوال کنید به این باور نمیخواستم برسم که دیگه آقای پوراحمد نیست و خیلی باش کیف میکردم، خیلی دوستش داشتم و دارم و یه آدم ویژه‌ای بود، یه آدم خاصی بود، یه آدمی بود که نمیدونم قابل توصیف نیست. من فکر میکنم یه ذره آب بخورم بعدم بگم. خیلی سخت. آخرین تصویری که از پوراحمد داری؟ یه سیبیل گذاشته بود. ما فیلم پرونده باز است رو شهریور مرداد سال گذشته ما آغاز کردیم، رسید به این داستان ها و ما چون لوکیشن اصلیمون هم کانون اصلاح تربیت مرکز شهر زیبا بود، خب یه ذره سخت‌تر به ما مجوز دادن که بریم. یه 90 روزی فیلم در واقع وقفه پیدا کرد و بعد از 90 روز ما تهیه کننده آقای قائم مقامی و آقای پوراحمد گفتن که بریم فیلمو بسازیم و فلان اینا. کیومرث اصلا خیلی تمایلی به ادامه این داستان نداشت، خیلی ناراحت بود از فضایی که جامعه دوچارش شده. البته که واقعا فضای خوشایندی هم نبود، یعنی نه فضای خوبی نبود، یعنی یک فضای مسالمت آمیز گفتگو محوری وجود نداشت، یعنی بین هر دو طرف، یعنی اصلا نه این ور کوتاه می اومد که بشینم با هم حرف بزنم، نه اون ور کوتاه میاد که آقا بشین با هم حرف بزنیم. این فضای ملتهب خیلی های پوراحمد رو دلشکسته کرده بود. برای ما باش صحبت کردیم، گفتیم فیلم تو باید بسازی، اصلا کارش نمیشه کرد، حالا شرایط به هر شکلی هست. ما 80% فیلم رو گرفتیم، مثلا یه 10 روز به پایان فیلم برداری مونده، با سختی تونستیم کانون رو بگیریم، با محدودیت های بیشتر، با تعداد آدم کمتر تو کانون باید کار بکنیم، خودمون بریم بیایم و کار بکنیم. به هر حال فیلمشون رو ساختن. آقای پوراحمد به نظر من یک ویژگی های عجیبی داشت. اولا که فیلم راجب نوجوانه، اصلا چرا یه مرد 75 ساله با یک نسل متفاوت بیاد راجب یک نوجوان فیلم بسازه؟ دغدغش، دغدغه ذهنیش کجای قضیه بود؟ فکر میکنم در واقع چیزی که در ذهن آقای پوراحمد میگذش برای فیلم پرونده باز است اینکه بخشش در کشور ما از بین رفته، ما بخشیدن رو فراموش کردیم، ما دیگه همدیگه رو سخت میبخشیم. حتی توی پیامکایی که به همدیگه میزنیم سخت میتونیم همدیگه رو ببخشیم. این دغدغه ذهنی آقای پوراحمد بود، داشت راجع به بخشش حرف میزد، داشت راجع به موضوعی صحبت میکرد که تقریبا توی تو همین اتفاقات هم ما دیدیم این بخشش از بین رفته، یعنی خیلی کمتر شده واقعا، یعنی هیچ کس از مواضع خودش دیگه کوتاه نمیاد. خیلی علاقمند بود به اینکه این فیلم رو بسازه، چون سالیان سال درگیر این موضوع قصاص بود، درگیر موضوع نوجوان بود. از من یادمه که چقدر باید بگیم خدا رحمتشون کنه، خدا رحمت کنه آقای انتظامی و آقای پوراحمد، یک جریانی رو راه انداخته بودن برای اینکه بچه‌ها در زیر سن قانونی اعدام نشن، قصاص نشن، بشه براشون یک جایی رو درست کرد که بشه دیه ها رو جمع کرد، به خانواده ها داد. میدونم که اونا هم حتما عزیز دست دست دادن، ما هم در شرایط اونا نیستیم که بخوام تصمیم بگیرم، ولی میشه جامعه رو یک شرایطی براش ایجاد کرد که این تلطیف بشه و آدم ها یاد بگیرن ببخشن. ما بخشش در رانندگی نداریم، بخشش در صف نداریم، بخشش در هیچ چیزی نداریم. به عنوان یک فیلمساز فکر میکنم که هدفشون بود که این رو بسازه. حالا اگر به جوابتون رسیدید که من بگم، بله. اگر آخرین تصویری که من از میخوام تصویر آخر به من بدی، یعنی آخرین روزی که دیدیش و بعد از اون دیگه ندیدیش. ببین ما این رو 90 روز پیش کار کرده بودیم، ما پوراحمد یه ذره
شارپتر میومد سر صحنه و چی میومد؟ شارپتر و خیلی فرشتر میومد و خب ما دم در که وارد میشدیم اصولا بوشی های ما و حالا هر چیزی که در جیب اون بود رو خالی باید میکردیم و خب یه ذره دوست نداشتیم، مثلا میگم آه یعنی چی مثلا من باید بوشی هم بگیرم، میدونی مدلش هم که میدونی آقا کاری هم اون تلفونه نداشت ولی انگار دوست داشت که مثلا تلفنش همراهش باشه. بعد از 90 روز که من دمدم سیبیل گذاشته های پور احمد و خیلی و دیگه اون حوصله‌ای که ما هر روز میدیدیمش دیگه توی صورتش آخرین روزه فیلم برداری بود دیگه، ولی پر از امید بود. اصلا من سه چیزها رو باور نمی کنم. من میدونم که پور احمد پر از امید بود. فیلم قبلیش که من باش کار کردم تیغ و ترمه هم راجع به دختر جوان ساخته شده. بله اونم راجع به دختر شده. یعنی باز یک مرد تقریبا سال خوردی راجع به ذهنش میره واسه اینکه آقا راجع به دختر جوان و دغدغه‌های ذهنیش بسازه. اینا همه به نظر من ارزشمنده. یعنی این فیلم رو اگر یه نفر همسن من میساخت تیغ و ترمه رو میگفت خب راجع به دغدغه‌های جوانی و نوجوانی و این داستان هست، ولی چه چیزی در ذهن پور احمد میگذشت که راجب یک دختر جوان راجب یک نوجوان بره فیلم بسازه؟ این به غیر از اینه که این آدم آپگرید شده است، آدم برغوزیه، آدمی که مسائل روزش رو داره دنبال میکنه. من اصلا این سری چیزها رو واقعا نمیخوام باور کنم، شایدم و دلم نمیخواد اصلا بیان بشه، ولی آقای پور احمد پر از امید بود، پر از آخرین تصویر دور شدنشه، نزدیک شدنته، خندش چیه؟ من این خیلی تصویری ازت میخوام. ببین سیبیل گذاشته بود، بعد خوب. ما اینو تابستون مرداد ما شروع کردیم. آها. اولین برف زمستانی که تهران اومد اولین روز دور دوم فیلمبرداری ما بود. خب طبیعتا هوا سرد بود، ما لباسای تابستونی پوشیده بودیم و تو اون روز اون کانونی که ما ابتدای قضیه رفته بودیم دیگه اون کانون نبود. خب طبیعتا تعداد جمعیت زندانی‌هاش بیشتر شده بود، شرایط ما سخت‌تر شده بود، بازداشتی‌ها بیشتر بود و هر کاری می‌خواستیم بکنیم هی باز یه نفر با ما بود آقا می‌خوام اینو بذاریم اینجا، میگم نمیشه باید اونو فلان کنیم، کلافه می‌شد آقای پور احمد و این کلافگی داشت. من یادم که کلاه بافتنی سرش بود و سیبیل گذاشته بود و بی‌حوصله بود. من یادمه که بی‌حوصله بود، پلان سکانسی بود که ما باید کار می‌کردیم. چند تا ویژگی داشت، اولا که خودش کرنومت میزد مثل قدیما و همیشه کرنومت دست خودش بود و خیلی جالب بود. یه روز اول فیلم برداری من گفت رجوان تو آبادانی میتونی حرف بزنی؟ گفتم بله میتونم حرف بزنم. یعنی چرا باید آبادانی حرف بزنم؟ الان کانون اصلاح این یارو چرا باید آبادانی؟ گفت من دوست دارم آبادانی ها رو، دوست دارم لهجهشون رو، دوست دارم این کاراکترم آبادانی حرف بزنه. یعنی میگم یه چیزایی وجود داشت. اولا که خیلی زود عصبانی میشد. این بچه بله. خیلی. بعد آسیب و آزارش هم به هیچ کس به غیر از خودش نمیرسید. و من همیشه مسئول آروم کردنش بودم. مثلا میگم این چرا اینجوری بعد عصبانی میشد؟ میگفتم بابا ول کن آروم باش، چرا نرس میخوری، چرا عصبانی میشی؟ یعنی درست میشه دو دقیقه وایس الان بچه‌ها درستش میکنن. هیچی تایه دلش نبود، هیچ چیزی تایه دلش نبود. کی خبر شنیدی؟ خبر مرگش رو زود شنیدی؟ دیر شنیدی؟ چی زود شنیدی؟ من از خواب بیدار شدم، بعدم چند تا از بچه ها عکس مثلا گذاشتن که درگذشت پور احمد. زنگ زدم به علی قائم مقامی، گفتم علی واقعی این واقعا؟ گفت آره متاسفانه. بعد زنگ زدم به خواهرزادش بهنام راهنمایی که جز دستیاری بسیار خوبم هست در سینما، زنگ زدم به بهنام گفتم بهنام واقعیه؟ گفت آره متاسفانه الان داریم میریم شمالو که در واقع همراهیش کنیم تا تهران. از تمام شدن فیلم تا مرگ تلفنی با هم صحبت نکرده بودیم؟ چرا؟ صحبت سر صداگذاری رفته بودیم با هم. آه. صحبت کرده بودیم، بعد حالا صداش هم هست، بعد دعوت کرده بود به یه خیریه‌ای که گفت این مال یه سری از بچه هاست بشه من اگه تونستی. یه فکر میکنم باشه الان اگر بد نیست بذاری از آره بذاری خیلی خوبه. آره فکر میکنم داشته باشم یادی بکنیم از چیو مرزی. بله واقعا خیلی حیف شد، یادش بسید. مرد بزرگی بود، من خیلی دوستش داشتم. هممون اصلا شوکه شدیم، اصلا شوکه، شوکاور، خبر خیلی شوکاوره بود، به ویژه که بعد
گفتن خودکشی هم هست. سلام ببین یه ویدئو من فرستادم. ایوان جان سلام ببین یه ویدئو من فرستادم وسط با یه مرد کوتاه. یه خانه کودک رو رفتیم کار کردیم اونجا. کودک های بی سرپرست و اینا آقای دوتایی که مسئولش بود گفت یه هنرچی های معروفتون رو لطف کنن اینو بذارن تو پیجشون که مثلا کمکه مردمی جلب بشه. این رو چون بذار رو فرستادم باشه تو واتساپ قرفونه تو مخلصم. اینو من متاسفانه دیر دیدم دیگه، الانم باز نمیشه یعنی دیگه. نه آره میفهمم، ویدیو دیگه باز نمیشه. ولی همینقدر صدایی اومد شنیدیم مالا صدا. یادش به خیر، کارگردان خیلی خوبی بود، انسان شریفی بود، یادش به خیر واقعا. خب برای عنوان آخرین سال شبکه نمایش خانگی خیلی کم کار میکنه و خاتون البته بود بله. و فیلم و سریال که قبله عالم هم بود که بسطاش مثل که دوشار مشکل شد دیگه. چی بگیم خاتون خیلی خوب بود البته. بله تجربه خیلی خوب بود. بسیار تجربه خوبی بود، من دوست داشتم نقشم و نمیدونم بالا. نمیخوایم به کسی چیزی بگیم. من نمیگم مافیا وجود داره، نمیگم که وجود نداره. من به قول معروف ردش میکنم، نمیگم هست. من میگم بچه هایی که با هم کار میکنن اصولا تو شبکه خانگی ببینید همه گروه ها با هم دیگه کار میکنن. حالا شاید زبان هم دیگه رو مشترکاً متوجه شدن، شاید دو قرارداد اتفاقی میفته که مثلا کار بعدی رو هم اگر بتونیم با هم کار بکنیم. خیلی متوجه این روابط نمیشم آقای جیران، خیلی هم قصتش هم نمیخورم راستشو بخوام. بله بازیگر موفقی هستی بله. در سینما در همه جا موفقی، نیازی نداره که قصه چیزی بخوری بله. شبکه نمایش خانه که برای خودش شرایط خاص خودش، سازوکار خودش رو داره، سازوکار خودش رو بله. داره دیگه. این سازوکار حالا باید طبیعتا به تدریش تغییر کنه و شکل دیگه پیدا کنه. یه چیز دیگه که وجود داره در شبکه نمایش خانگی اینه که بعضا میبینیم دیگه بعضی سریال ها مثلا با هزینه هنگفت ساخته میشه اما موفق نیست. بعد خود آدم میشه تحلیل میکنه خب چرا نمیبینن مردم این سریال رو، یا چرا مثلا مورد استقبال قرار نگرفته. خب اینو داره، این عناصری که رو کاغذ به قول معروف میتونه که پرفروش باشه پربیننده باشه اما چرا وجود نداره. تصمیم غلط کسانی که در واقع تصمیم میگیرن این مدل سریال ها ساخته بشه. من چند پیش یه چیزی رو از زبان یک، ما یه کاری کرده بودیم با کریم لکزاده که یکی از بهترین همون جوانایی هست که من کار اول کردیم. بله یک مجموعه تلویزیونی 5 قسمتی به اسم اهل هوا رو کار کردیم در شمال کشور، تو ژانر وحشت هست. چه خوب. و یه سری بچهای شیراز، کریم لکزاده، مقداد، نمیدونم دوستاشون که پویان و بچه‌هایی بودن که همه از شیراز اومده بودن و کار رو یه جوری ساختن که واقعا من لذت بردم از همکاری باشون. یعنی از در تمام لحظات اون کاری که بودم ازشون یاد گرفتم. حالا آدم درست و واقعیتش رو باید بگه دیگه، تعارف کنن. مثلا این کار ژانر وحشت بود، ظاهرا تکاندش چند بار رفته بود که ارائه بده به پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی. بعد این جواب رو داده بودن که در سبد فرهنگی ما نیست. من نمیدونم کی تصمیم میگیره جای مردم و چطور خودتون در سبد فرهنگیتون در بخش تصمیم گیریتون یک کارایی رو میسازید که مخاطب نداره. بعد حالا یه بنده خدایی رفته با هزینه شخصی یک کارگردان فیلم اولی رو جوان رو انتخاب کرده با یه گروه جوان اومدن با حداقل من بازی میکنم آقای ارشادی از بازیگر بله و بقیه بازیگرا جدیدن. بچه‌ای هستن که فیلم کوتاه کار کردن، بچه‌ای هستن که با استعدادن و یه دفعه این استعداده اگه قراره که پلتفرم یه بخشش هم داشته باشه که آقا استعداد معرفی کنه دیگه، چرا اونو نمیخرید بذارید ولو 5 قسمت و فکر میکنید که اون کار در سبد فرهنگی شما بذارید اگه کسی ندید بعد دفعه دیگه نخرید. شما نذاشتی که نمیتونید این کارو بکنید. یه ذره عجیبه، یه ذره به نظر من تو تصمیم گیری هاشون عجیبه. شاید این مصوبه اخیری تلنگری باشه بتونن یه تصمیم درست تری بگیرن، یه محصولات با کیفیت تری حداقل ارائه بکنن.
امیدواریم که همه چیز درست بشه. برات آرزوی موفقیت دارم پژمان جان. شما متشکرم. فیلم‌های بهتر، کارهای بهتر و انجمن رو بتونی به خوبی به سرمنزل مقصود برسونی و کمک کنی مشکلات بازیگرانی که الان هستن چند نظر معیشتی، چند نظر سیاسی حل بشه. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از دعوت شما، متشکرم از همه دوستان که زحمت کشیدن. عرض کردم ابتدای عرایزم که برای من لذت بخش ترین گفتگو همیشه نشستن مقابل شماست و اینکه میتونم ساعت‌ها بشینم با شما صحبت کنم راجع به سینما و انقدر لذت ببرم و این باعث افتخار منه که چندین و چند بار این افتخار رو داشتم که مقابل شما بشینم و هیچ وقت هم سیر نمیشم. هر موقع دیگه سوالی داشتید، هر موقع خواستید من باز در خدمت شما. متشکرم. خیلی ممنونم پژمان جان. بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده ما بودن تشکر میکنم. شب بخیر.